با سلام با هر ساعت خبر از یک خوش آمدید. ساعت 11 پیش از چاشت است و من جمال ناصر فرهمند هستم با فشرده خبرهای این ساعت. دیوید پتریوس فرمانده پیشین نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است به خاطر آنکه ممکن است برنده انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به زودی معلوم نشود، آمریکایی ها باید از تحمل کار گرفته و حقیقت ها را بپذیرند. وی در گفتگو با روزنامه وال استریت ژورنال افزوده است برگزاری انتخابات صلح آمیز در افغانستان نشان می دهد که حضور نظامی آمریکا در این کشور موثر بوده است. پتریوس افزوده که انتقال قدرت به گونه دموکراتیک از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر در افغانستان بدون قربانی 2300 سرباز آمریکایی که در نقاط مختلف این کشور کشته شدند ممکن نبود. پلیس در ولایت بغلان از کشف و ضبط 20 کیلوگرم مواد مخدر و 4 اثر باستانی از این ولایت خبر می‌دهد. عبدالرشید بشیر آمر امنیت فرماندهی پلیس بغلان گفت که در پیوند به قاچاق مواد مخدر و آثار باستانی 3 تن از مربوطات ولسوالی دوشی بازداشت شدند و گفته وی در 2 موتر نیز از نزد بازداشت شدگان به دست آمده است. موادی که امروز می‌بینیم به تحت نام چرس مواد مخدر در ولسوالی دوشی توسط پلیس بیدار ولسوالی دوشی هندیزگیر شده و یک قبض شمشیر است و یک فلز دیگر هم شما میبینید، بچه پسر مشاهده میبینید که نوشته هایی داره که خانده نمیشه، میشه که گوره باز بعدن به اداد فرهنگ دستیم داده میشه. توسط سیدن مزدونی اینش که انتقال داده میشه، دو دیزگیر شدن و سی مترم به ارتباط قضیه، دو مترم به ارتباط قضیه توقف داده شده. کمیسیون شکایت های انتخاباتی هشدار می دهد اگر به تقلب های صورت گرفته در انتخابات رسیدگی نشود، انتخابات مشروعیت نخواهد داشت. تا هنوز بیش از 3000 شکایت در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی 16 حمل به ثبت رسیده است. شوراهای همزمان با این کمیسیون مستقل انتخابات کارمندانش را که در تقلب دست دارند به دادستانی معرفی می کند. و گفته این کمیسیون تا کنون 772 شکایت در باره کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات که طرف واقع شدند و ثبت رسیده است. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان 2600 مورد تخطی و تخلف را در روز انتخابات ثبت کرده است. پر شدن صندوق ها به گونه غیر قانونی در 140 محل در ولایت های اروزگان، غور، بادغیس، بغلان، پروان، هرات، بدخشان و قندهار، رایدهی افراد زیر سن در 998 محل در ولایت های تخار، هرات، بغلان، کابل و بدخشان، رایدهی مردان به جای زنان در 507 محل در ولایت های پکتیا، پکتیکا، غور و ننگرهار و بسته شدن 437 محل رایدهی به خاطر تحریر مخالفان مسلح در ولایت های لغمان، ننگرهار و غور مشمول این تخلف ها است. باشندگان 14 ایالت هند امروز به پای صندوق های رایدهی رفتند. بر بنیاد گزارش خبرگزاری های هندی این رایگیری برای 91 کرسی پارلمان این کشور برگزار شده است. انتخابات پارلمانی هند که از بزرگترین انتخابات پارلمانی در جهان است روز دوشنبه آغاز شد و تا 12 ماه آینده میلادی ادامه خواهد یافت. روز دوشنبه نیز رایگیری در 9 ایالت این کشور برای 13 کرسی برگزار شده بود. از همراهیتان با فشرده خبرهای این ساعت سپاسگزاریم.